بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم. عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه و شب جمعتون انشاءالله آکنده از ذکر یا صاحب الزمان. همطور که مستحضرید آخرین شب جمعه ماه شعبان رو پشت سر میگذاریم، در حالی که آهسته آهسته و قدم قدم به ماه مبارک رمضان نزدیکتر میشیم. در برنامه سرزمین عشق هم به یمن میلاد با برکت آقا بقیت الله العظم حضرت عباس آل المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه رو که بعد از نیمه شعبان شروع کردیم و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم، تحت عنوان مهدویت در پیش گرفتیم تا انشاءالله با نام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دلهای خودمون رو جلا بدیم و بیش از پیش برای فرج یوسف زهرا دعا کنیم. یادمون نره ماه مبارک رمضان ماهی است که در اون شب قدر باید سنگ تمام گذاشت، ماهی است که باید با تمام وجود برای فرج امام زمان دعا کنیم ان شاء الله. از الان برای شب قدر آماده بشیم. اجازه بفرمایید عرض سلام داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر حسین فریدونی و به همراه ایشون یک برنامه دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق رو تحت عنوان مهدویت شروع کنیم. جناب دکتر فریدونی عرض سلام، بنده را از کربلای معلا پذیرا باشید. راست این انشاءالله که زیارت های متوالی شما قبول باشه و نایب زیاره ما هم باشید. حتما نایب زیاره هستیم انشاءالله، خدا حفظتون بکنه. اجازه بفرمایید هم الان به روی پا بیستم تا همگی با هم عرض ادب بکنیم. یا الله. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض ادب بكم خدمت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام علیک یا باب الحوائج الى الله، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا ساقی العطاشا، السلام علیک یا حامل لواء الحسین، السلام علیک یا ابوالفضل عباس و رحمت الله و برکاته. خب به نیابت از همه شما عزیزان عرض سلام دادم خدمت آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. امشب شب جمعه است و شب مخصوص زیارتی آقا امام حسین علیه السلام و حقیقتاً کربلا حس و حال عجیبی داره. جمعیتی که در کربلا و گرداگرد حرم این دو نور بزرگوار و نور پاک طواف می‌کنند مثال زدنی است و خدا رو شاکرم از اینکه در کربلای معلا نفس میکشیم و نایب زیاره شما هستیم. انشاءالله هرچی سریعتر با برطرف شدن مشکلات و محدودیت های مسافرتی همه شما خوبان به راحتی امکان سفر به کربلای معلا رو داشته باشید و در این مکان مقدس انشاءالله زائر آقای امام حسین علیه السلام باشید. اجازه بفرمایید بریم همونطور که خدمتتون عرض کردم سراغ بحث مهدویت و پای سخنان جناب آقای دکتر حسین فریدونی بنشینیم و همچون شب‌های گذشته بهره ببریم و استفاده کنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، استفاده می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنات واجعلنا من خير آبانه وانصاره. و عرض سلام محضر مقدس مولا و ولی زمان حضرت بقیت الله، و عرض سلام محضر
برادران و خواهرانی که اظهار محبت می فرمایند اون برنامه رو تقدیم کنند. و با سلام خدمت جناب عالی مدیر عزیز محترممون، یا من در اختیار جناب عالی هستم، بفرمایید چیکار باید بکنم من این کار رو بکنم. اختیار جناب دکتر، ما در شبهای گذشته خب من بسیار بسیار لذت بردم حقیقتا، خودم به شخصه و بینندگان عزیزی که تماس گرفتن، از ذکر خاطراتی از تشرف خدمت آقا بقیت الله العظم که بیان فرمودید و بسیار نکات ارزنده‌ای در اونها وجود داشت. بحثی که راجب خود مهدویت، راجب خود آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف که به ما هم قول دادید که البته راجب اون صحبت بکنید، اینکه چگونه میشه تشرف حاصل کرد خدمت آقا، علاوه بر مطالبی که البته بیان فرمودید، راه‌های تشرف یا اینکه خدمتتون عرض بکنم حقیقتاً به چه گونه و به چه شیوهی وظیفه تشیع و شیعه بودن خودمون رو به درستی عملی بکنیم و بتونیم لایق باشیم برای اینکه سربازی از سربازان آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، با توجه به اینکه امشب هم شب جمعه هست و زیارت آقای امام حسین علیه السلام بسیار مخصوص و وارد است، و من مطمئنم که امشب آقا بقیت الله العظم، آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، امشب در کربلا حضور دارند، زائر قبر شریف و منور جد بزرگوارشون آقای امام حسین علیه السلام هستند. ممنون میشم با بیانات شیرین خودتون ما رو راهنمایی بفرمایید تا انشالله بتونیم یاوران بهتری برای امام زمانمون باشیم. در خدمتتون هستم. عرض بکنم حضور شما که نسبت به این قضیه چه کار باید بکنیم تا تشرف پیدا بشه بحث مقدس ولیعصر، بنده ناتوان و ناچیز یک کتاب نوشتم که انشاءالله سعی میکنم در اولین فرصت کتاب رو خدمت شما تقدیم بکنم. عزیزت عرض میکنم که مأموریت میدم و این عذر رو هم میدم خدمت شما، در اون کتاب شما هر چه دلتون بخواد خلاصه قور و قوس بفرمایید و انشاءالله این رموزی که لازم است مراعات کنیم که انشاءالله چشم به جمال یوسف زهرا روشن بشه، انشاءالله در اون کتاب به طور تفصیل آمده. دست شما هم باز برای هر رو خواستین از این کتاب استفاده بکنید. کتاب شامل دو بخش، تعداد این افراد خدمت حضرت ولیعصر شرفیاب شدن، اینا رو من بحث کردم که اینها چرا مشرف به خدمت امام زمان علیه السلام شد، یعنی در زندگیشون چه مطالبی وجود، چه فاکتورهایی وجود داشته که باعث شده که این افتخار بزرگ نصیبشون بشه. این یه بخش کتاب. بخش دیگر کتاب این است که در این تشرفات حضرت ولیعصر ارواح ناپدا یک سری توصیه‌هایی فرمودند. ما وقتی که این توصیه‌ها رو از زبان این متشرفین دریافتش بکنیم، انشاءالله این قسمت رو توام کنیم با قسمت اول، مجموعاً به دست می‌آید که در زندگیمون باید چی کار انجام بدهیم تا انشاءالله تشرف خدمت امام زمان حاصل کنیم. برای اینکه این فرمایش شما رو زمین نمونه، فرض کنم حضور شما که ما فرمایش خوب شما رو یه خود بهش توجه کرده باشیم، من عرض میکنم اگر به طور خلاصه بخوایم در یک مطلب خلاصه کنیم قضیه رو، آنچه که باعث میشود طور کلیت ماجرا، آنچه که باعث میشود ما خدمت این جوار شرف یا بشویم، یک مطلب بیشتر نیست. باید مسلمان باشیم و باید شیعه باشیم. مسلمان تحصیل کرده، تاله کرده، با سواد که اعتقادات خودش رو بر مبنای بحث و تحقیق به دست آورده باشه و بعدم در زمینه امور عملی خودش تلاش بکند که انشاءالله این امور رو در زندگی عملی خودش به کار ببنده. اونتا بعضی چیزهای دیگه هم، فاکتورهای دیگری هم وجود دارن که البته این فاکتورها نمیتونن بی اثر باشن. فاکتورها اون که الان در ذهنم مونده واقعا، یکی توجه پیدا کردن به مسائل عزاداری ها و بالاخص عزاداری کردن خامس آل عبا حضرت سید الشهدا علیه السلام، یک، و دوم در این مجالس حاضر شدن، و سوم
از صمیم دل و قلب برای مصیبت های امام حسین و حضراتی که همراهشون بودن و حضرت زینب خصوصا گریه کردن. من در ضمن صحبتام فراوان در این باره حرف زدم. گمان نکند خدای ناخواسته گرفتار خیلی از این تبلیغات سو بشید. این تبلیغات سو دقیقاً از طرف یهود داره طراحی میشه. یهود تمام هم و غمشو مصروف این کرده که شیعه رو از بین ببرد، چون اون هر نوع جنبشی رو دیده، از میان شیعه دیده، حق رو در میان شیعه دیده. الان بسیاری از کرسی‌های اسلام شناسی و شیعه شناسی به خصوص در کشورهایی که با اسرائیل ارتباط دارند توسط یهودیا داره اداره میشه. من الان وقت ندارم و نمیخوام در این باره زیاد صحبت کنم خدمت شما، و یعنی میگفتم نقشه‌ها چه نقشه‌ای چرچیده میشه. دو تا مطلب مد نظر و با تعاجم طرف شده است، یکی گریه بر امام حسین سلام الله علیه، یکی هم منتفی کردن برنامه در خانه صدیقه کبری فاطمه زهرا. ما باید مواظب باشیم این قضایا رو همچنین خیلی خیلی راحت و ساده تلقی نکنیم. خود من الان این مدده رو به شدت مراد میکنم. در جایی که میرم افتخارم اینه که روزخونی میکنم، افتخارم اینه. یعنی به این همه سخنرانی که شما دقت کردین اصلا پابند نیستم و پشتگرم نیستم. پشتگرمی من در روز قیامت و نجات از عذاب الهی فقط همین روزخونی هایی دارم میکنم. به اینا بسیار معتقدتر هستم. هر جا برم ببینم که از عزاداری خبری نیست، صدام در میاد بیرون، هرچی از دهنم در بیاد میگم. اون وقتی که به مردم میگم شخص نبی اکرم، پیغمبر بزرگوار اسلام، بزرگترین شخصیت جهان هستی، این بزرگوار در روز ولادت امام حسین بر امام حسین گریه کرد. روز ولادت که روز خوشحالی و سرور و شادی است، وقتی براش خبر میاره جبرئیل داستان امام حسین رو، رسول اکرم اون گریه عجیب غریب در اون روز میکنه که حضرت صدیقه سوال میکنه بابا جان شما رو چه میشود؟ پیغمبر اکرم یه خود این ورانور ناچار بالاخره عمر میکنه فرزند عزیزم جبریل برای من خبر رو برداشت آورد. اون وقت این ناله ها و گریه های اون مادر عجیب غریبه. فقط یک مطلبی پیغمبر بعد از دیدن گریه های فاطمه زهرا بیان فرمودن که فاطمه جان خیلی ناراحت نباش، خدا در آینده مردمانی را خواهد آورد که اینان مردانشان بر مصائب فرزند تو حسین گریه میکنن و زنانشان بر مصیبت خود تو گریه میکنن. این دو تا مطلب و مژده‌ای که پیغمبر به حضرت زهرا دادن باعث شد که ایشون تقریبا آرام بگیره. این جهت رو به انقدر روش ایستادم، حالا همه جا این حرفا رو میزنم من و اصلا نداره، یعنی نمیتونم نگم، چون فردای قیامت باید جواب بدیم. ما اسلام مدیون امام حسینه، تشیع مدیون امام حسینه، اسلام مدیون فاطمه زهراست و تشیع مدیون فاطمه زهرا. سلام خدا بر این بزرگواران باد که به ما دین صحیح را دادند. باز من نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی چون شما سوال کردین من ناچارم که دنبال این سوالتون برم دیگه. من این داستان رو با خیلی ها برخورد داشتم از اهل سنت و جماعت، بارها و بارها و بارها و بارها صحبتهایی که ما کردیم آمدیم خدا رو شکر کردیم. همین اخیرا در کرمان یه خانم از سراغ ما با هم دیگه صحبت کردیم، نیم ساعت طول نکشید که این با شنیدن چهار تا مطلب از مسائل شیعی این من چیه شد و نوشت. و زیاد داریم از این نمونه ها. من چقدر خدا رو شکر میکنم که مرا در خانواده شیعه به دنیا آورده، پدر مادر شیعه بر سرم بودن، اون نون حلال داده خوردیم، این شیر پاک داده خوردیم، مجبور شدیم شیعه که حالا داریم از حیثیت و از حقیقت خاندان پیغمبر در حد توان و مقدور خودمون دفاع میکنیم. این داستان اینجوریه. بنابراین این مطلب اصلا از نظر دور نشود. کسانی که من خودم اینها رو دیدم از افرادی که در جلسات سوگواری امام حسین تشرف خدمت حضرت بقیت الله پیدا کردن، یک فاکتور بسیار مهمه، بسیار مهمه.
مطلب دیگری که وجود داره حضرت زهراست. مطلب دیگری که وجود داره بحث نمازه. در داستان علی ابن مهزیار اهوازی شما اونجا میبینید مطلب رو، میبینید مطلب رو که علی ابن مهزیار رو وقتی سراغش میان باش صحبت میکنن که او رو مژده بدن خدمت امام زمان شرف یاب میشه، با او چه صحبت هایی میشه. یکی از صحبت هایی که میشود اون این است که علی ابن مهزیار میگوید من عازم هستم میخوام برم، حالی که قرار خدمت امام زمان برسم اجازه بدید من دوستانم را همراه بیام که با هم اومدیم. فرمودن بهش بودن که نه خود تنها باید بیایی، اون دوستان به درد تو نمیخورن. خب یه دونه درس رو اینجا باید میگیری، دوستانی که انتخاب میکنی کیا هستن؟ به قول روایت دوستانی که انسان انتخاب میکنه دوستان صحیح او کسانی هستن که انسان وقتی اونها رو میبیند به یاد خدا بیفته. این یه مطلبه. وقتی درباره فردی سوال میکنن که او چه شد و او جواب میدهد که او مرد از دنیا رفته، میگن خدایش بیامرزاد. چرا؟ او قرآن فراوان میخوانده، او نمازش رو درست میخوانده و او صله رحم میکرده است. آها هی به ما دارن درس میدن مباحث و مسائلی که چیه؟ که اینها مورد نظر امام زمانه، مورد توجه امام زمانه. چیز دیگری که حتما باید خدمتتون بگم، گفتم بحثم اصلا این نبودش امشب دیگه، به احترام شما و سوال شما ما رفتیم سراغ این بحث دیگه. چیز دیگری که وجود داره اینه، تو برای چی داری زندگی میکنی؟ از امام رضا که سلام و درود و خدا بر او باد سوال میکنن، من احسن الناس معاشا، در میان مردم چه کسی بهترین نوع زندگی را می‌دارد؟ و بود من حسنم معاش و غیرهی فی معاشه. آها یک دونه دروازه امام باز کردن، من حسنم معاش و غیرهی فی معاشه، بهترین نوع زندگی و محبوبترین نوع زندگی از نظر امام رضا علیه السلام این مطلبه. آدم به گونه زندگی کند که دیگران از وجود او منتفع بشوند، وجودش مایه خیر و برکت برای دیگران باشه، برای خودش تنها زندگی نکنه. گر از نیستی دیگری شد هلاک، به قول سعدی مرا هست بعد راز طوفان چه باک. نه این نباشه، وجود انسان باید منشأ فواید باشه، منشأ برکات باشه برای دیگران، و این دیگران حتی غیر مسلمان ها هم باشن. جهتش هم روشنه، اونا با دیدن نوع رفتار طرف اسلام جذب و جلب میشون. بله. شکی نیست. پس این مطلب مد نظر امام زمانه، بالاخص در مورد شیعیان و خاصه آقای بزرگانیا، خاصه در مورد سادات که بچه های فاطمه زهرا هستند. آدم باید حواس جمع و جفت باشه، چقدر میتونه به اینها کمک کنه اگه نیازمند کمک هستن. بله. الان که اون زوال به هم ریخته، همینطور که الان داریم نگاه میکنیم دیگه، گرفتاری مردم، ناراحتی مردم، داستانهای عجیب غریب، بیماری کرونا، مشکلات اقتصادی، همه اینا توی مملکت هست دیگه. خیلی ها اصلا دستشون به دهنشون میرسه، خیلی ها اصلا در همین زمان ما به نان تنها نمیتونن برسن. آه. و من چجوری میخوام بگم منتظر امام زمانم؟ من شایق دیدار امام زمانم، امام زمانی که قرار بیاد اینها رو از فقر نجات بده. یه کار عمدهش از بین بردن فقره. حالا من مشتاق دیدن او هستم، اما فقط به زندگی خودم هستم، به دیگران هیچ نمیرسم. لذا فرمودن که وقتی سوال میکنن من احسن الناس معاشا، فرمود من حسنم معاش و غیرهی فی معاشه. پرسیدن من اسوأ الناس معاشا، در میان مردم چه کسی بدترین نوع زندگی را دارد؟ فرمود من لم یعش غیره فی معاشه، کسی که فقط برای خودش تنها زندگانی کنه.
چشمامون رو باز کنیم، نیازمندی ها را ببینیم در حد توانمون، مقدورمون، میسورمون، در رفع رنج رنجمندان و درد دردمندان بکوشیم، زندگیمون گرد محور خودمون نگرده. اینا چیزاییست که امام زمان دوست داره. وقتی میخوایم عمل بکنیم، به اینا عمل بکنیم، حتما و حتما تقرب الالمهدی الالحجه پیدا میکنیم. این یک از داستانه که حتما مراقب باشیم، غیر از داستانه حال واجبه که داریم توی برنامه های فرازمون. این مطلب مطلب فوقلاده مهمیه. و دیگر چی کار باید بکنیم؟ حالا ما باید در وهله اول در مطالعاتمون، از نظر این بنده ناچیز، در مطالعاتمون باید مطالعات راجع به حضرت مهدی رو برداریم بیاریم، خودمون رو در این جهت ممحض بکنیم، ممحض بکنیم، مجهز بکنیم. من چطور شیعه هستم که از زندگی امام زمانم خبر نداشته باشم؟ آخر من چجور شیعه هستم که ندونم غیبت صغرا و کبرا با هم دیگه چه فرقی داشته؟ من چطور شیعه هستم که بدونم در زمان غیبت کبرا رسیدن خدمت امام به اراده بنده نیست؟ بله. من چطور شیعه‌ام که ندانم امامی که قایمه به چه درد میخوره؟ من اینا همه رو باید بلد باشم. شد این؟ حالا به شما عرض کنم، به شما عرض کنم، کربلا به ما درس میده، کربلا به ما درس میده. در روز کربلا، در روز عاشورا، اون بزرگوار که امام حسین باشه میخواد نماز بخونه، چه کسی میاد وای میسه جلوش؟ برای چی وایسه جلو امام حسین؟ تیرها را پرت میکردن، بدن او میگرفت این تیرها رو. وقتی امام حسین نمازش تموم شد، جان اینم داره میره دیگه، امام نشستن سر رو بر دامن گرفتن. جمله‌ای که او میگوید این است که پسر پیغمبر از من راضی شدی؟ فرمود از تو راضی شدم، خدا تو راضی باشه. شاید برخی نقل هم گفته باشن که تو زودتر از من وارد بهش میشی. حالا به ما میگن وقتی که یاد کربلا کردی، یاد امام حسین کردی، شما خاطرتون باشه، مطلب مد نظرتون باشه، بعد از سلام کردن و سلام کردن بر شهدای کربلا این جمله رو بعد بگیم: یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش کربلایان ما نیز همراه شما بودیم، به این رستگاری عظیمی که شما رسیدید ما نیز نائل می شدیم. این حرف راست یا دروغ داریم میگیم؟ این که ما الان برگردیم کربلا که امکان پذیر نیست. پس این بودن با یاران حسین در محضر حسین در رکاب حسین چه معنا میده؟ الان حسین زمان ما امام زمان علیه السلامه. اگر به سوی امام حسین آمدن 30,000 تا دشمن، الان مقابل امام زمان ما 30 میلیون، یعنی 300 میلیون وایسادن. اوه آها، اگر راست میگیم تو این قضیه، باید ببینیم دشمنان ما چگونه علیه مهدی ما، امام زمان ما دارن توطئه میکنن، چطور شایع پراکنی میکنن، چطور شبهه برانگیزی میکنن. حالا باید برات باشیم، ضمن اینکه اعتقاد خودمون در این زمین قرص محکم سفته اصلا تکان هم نمیخوره، اینا را بلد باشیم دشمنان ما دارن چیکار میکنن. الان فتنه عظیمی در جهان تشیع درست شده که من احتمال میدم به احتمال قوی در اینجا هم مثل خیلی از موارد دیگر پای استعمارگر پیر انگلیس در کار باشه، به نام احمد الحسن بصری. شما همه تون هم میدونید خواستگاهش هم عراق بوده. ببین در کجای دنیا نرفته باشن، در ایران چقدر دارن کار انجام میدن. حرفشون هم اینه که نایب حضرت مهدی آمده، البته حرف اولشونه. کم 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 وارد شدی اون تو، میگن مهدی دیگه چیه؟ خب خودش هست دیگه. آها،
این تروک ها رو بشناسیم، این افراد رو بشناسیم. اینا که میان در اعتقادات اینجور شبه میکنن، کتاب ورداشته نوشته به نام 40 حدیث، ناظم مقیلی نوشته این کتاب رو، از این همین هاست 40 حدیث برای اثبات حقانیت همچی کسی که اصلا وجود خارجی هم نداره. بله. بعدید بخونید چقدر تو احادیث دست برده، چقدر تحریف کرده، چقدر آیه قرآن خراب میکنه. در آثاری که منصوب از به احمد الحسن ببینید چقدر از آیات قرآن اون طرف در رفته، هر جو دلش میخواد راجع به هر آیه قرآن میخواد هر چی دلش میخواد میگه میگه. گفتم خودش دیگران دارن میگن، این من باید بشناسم، خب من باید باب بشناسم، باها باید بشناسم، کسروی باید بشناسم، همه اینا باید وهابیت رو بشناسم. من دشمن سرسخت منه، کشتن من رو او غنیمت و وسیله رفتن بهشت میدونه. ها اینجوری از قضیه هست. داعش رو باید بشناسم که برای شیعه علمش کردم، برای شیعیان که اونا رو نابودشون بکنن، و نظیر اینها فرقی نمیکنه. باید برم بگردم اینا رو ببینم دارن چیکار میکنن. مسیحیت علیه اسلام در خود عراق خیلی جهاش شجور داره کار میکنه، نه علیه تشیع، علیه اسلام رو داره کار میکنه دیگه. با چه تروکایی، با چه وسائلی داره مردم رو گول میزنه میبره. اینا که پولشون از آمریکا از انگلستان میاد، به خدا مطلب همینه. بله. اولا بهشون میدن که بیان این کارا رو انجام بدن، در میان مسلمانان نفوذ و رسوخ بده کنن، مسلمانها بلعکس شیعیان. من چطور میتونم بگم من علاقه به امام زمان دارم؟ علاقه منده به امام زمان نمیخواد یه دونه خار پای امام زمان بره. اگه راست بگه، اگر واقعا علاقه مند هستی، باید تمام عمر تو، شب و روز تو، همه رو در راه دفاع از محبوبت، از اون کسی که به او دل سپرده ای و دل تو رو برده است بگذرانی. نشستن و گفتن و یه حرفا فایده ای نداره. چه حرکت، حرکت، حرکت. همین کار زمینه را برای ظهور مهدی آماده میکنه، و همین کار، همین کار امام زمان رو جذب و جلب میکند که انشاءالله چشمان تو به جمال او حتی قبل از ظهورش روشن شود. الهی آمین. اگر در میان دانشمندان شیعه ما کم داشتیم، گیر کرده بودن، علامه هلی رو ما نداشتیم مگر، و دیگران و دیگران رو که در بزنگاه هایی که اینها خلاصه در بزنگاهی که گیر می کردن کی به دادشون می رسیده؟ حالاش هم همینطوره، همین الانش هم شیعه رو و بالعکس اونایی که در راه اثبات حقانیت شیعه تلاش میکنن خود امام زمان نگرشون می داره. این اعتقاد منه. درس ها باید به این طرف بره، مطالعات باید به این طرف بره. در برابر نقش هایی کشیده می شود چی کار کنیم؟ ما باید بریم یاد بگیریم و دفاع بکنیم، دفاع بکنیم. اگر می خواهی دل امام زمانت رو خوشحال بکنی، اگر می خواهی چشمانت به جمال نورانیش روشن بشه، باید همین کارا رو انجام بدی. تو سپر بلای او باید بکنی، و البته حافظ او خداست. بر اساس مثال دارم میگم این قضیه رو. بعد بری وایسی مقابلش، وایسی دشمنان تیر بزنن به تو بزنن. این مجموع اموریست. بگه یعنی قربونت برم، دورت بگردم، تصدقت برم، چهار تا شعر بگم و چهار تا منوعه بخونم، اینا هیچ دردی دوا نمی کنه. جمع کنم این حرف رو، مسلمان باشیم. مسلمان بودن در وهله اول یعنی مطالعه قرآن کردن، یعنی قرآن دانستن. مسلمان تنها بودنم به درد نمیخوره. مسلمانی باشیم که رضای خدا در آن است. مسلمانی باشیم که قرآنش گفت الیوم اکملت لکم دینکم. همراه قرآن آنچه را که مبین و بیانگر مطالب قرآنی هست اونها را هم یاد بگیریم. باید حدیث شناس باشیم، باید بدانیم دیگران چه میگویند و ما چه میگوییم. این معنای مسلمان بودن شیعی بودنه. بعدم متخلق به اخلاق اسلامی باشیم، یعنی رهبری رفتارمون، نحوه برخوردمون،
نحوه عرض کنم که همراهی کردنمون با مردم یه جوری باشه که مردم وقتی ما را ببینن میگن ها این شیعه امام جعفر صادقه، آفرین بر امام صادق که همچین شیعه درست کرده. عملا عملا و عملا اینا هستش، اینا شد اون وقت پس به فکر جامعه شیعه باید باشه، اینا شد پس بنابراین باید در مهمترین فریضه‌ای که به ما دستور دادن انجام بدیم نهایت تلاش و کوشش خودمون رو بکنیم، یعنی نماز خواندن را. بزرگی عنوان میکرد چی میگه؟ من منتظر ظهور امام زمان هستم و نماز شب نمیخونه، بی خود میگه. پس اگر میشه منتظر ظهور مهدی علیه السلام نماز شب نخونه، اینا فرایض دیگر بعد رسیدگی به درماندگان، به گرفتاران مخصوصا شیعه و بالاخص سادات، اینا شد. بعد بریم سراغ کدوم قضیه؟ سراغ قضیه های سوگواری ها و عزاداری ها. البته فقط سوگواری ها و عزاداری ها نیستن، در جشن ها هم مطابق اینکه جشن است و سرور داشته باشیم، خوشی داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، شیرینی بدیم، همین کار رو باید انجام بدیم، اینا رو باید بکنیم. و دشمنان ما کی هستن؟ دشمنان شیعه، دشمنان شیعه بگم یعنی دشمنان امام زمان، اینا کیا هستن؟ بشناسیمشون، نقاب هاشون رو یاد بگیریم. اونها با همه حق بازی ها داخل میدان میان، همه تحریفات داخل میدان میان، اینا رو باید بلد باشی یاد بگیری. ضمن این که خوب معارف خودمون رو شناخته ایم، معارفمون بر دو مبنا استواره، یک مبنای قرآنی، مبنای دوم روایات و احادیث صحیحه وارده از ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، اینا رو بلدی، باید حرف اون رو بلد باشی. این درس امام رضا علیه السلام به ما میدهد. جانم به قربان اسمش، مأمور فرستاد سراغش، تشریف بیارید مجلسی آراستم از بزرگان ادیان، تشریف بیارید با اینا مناظره کن. امام فرمودن میام فردا صبح بعد از نماز صبح من در اون مجلس حاضر میشم. یه شخص به نام نوفلی هستش که این از یاران امام، پیش امام بود، این پیغامو شنید. عرض کرد که من مصلحت نمیدونم اما شما به این مجلس تشریف فرما باشید. امام دانستم که چرا او سر نگرانی بود، فرمود نوفلی میبینی مأمون چه زمانی از این کارش پشیمون میشه؟ اون مأمون من رو دعوت کرده بزرگان ادیان بیا با من بحث بکنن، مرا به زمین بزنن، در میان مردم شکسته بشدم، از این که در میان مردم محبوبم و معروفم خیلی ناراحته. حرف من رو گفتم، من ببینه با اهل تورات به توراتش، با اهل انجیل به انجیلش، با آتش پرستان به لغتشان سخن بگویم، حجت رو بر اونها تمام. این درس و بزرگ محفلی آراسته شده در طول تاریخ فقط یه بار بوده، یه بار. اینم افتخار من شیعه است و توی شیعه است، در همه جمع بود امام در برابر همه اونجا به صحبت کرد. آنچنان امام تورات میخوند که رأس و جالوت یهودی گفت تو که از من بهتر بلدی تورات بخونی، که آنچنان انجیل یوحنا رو میخوند از حفظ، اون مسیحی گفت چی؟ مسیحی گفتش تو از من بهتر بلدی، از حفظ داری میخونی. خیلی خوب، اون آتش پرسته چی گفت یا زردشتیه چی گفته؟ از من بهتر بلده اینا رو. چه اینجوری باید یاد بگیری با همون حرفایی که خودشون اعتقاد داشتن، به قول ما با جواب نقضی همه رو بر زمین زد، یک تن زمین داره من درس میده. امام نیازم این حرفا رو برو برای علم خدایی داره، داره به من درس میده. شیعیان باید یاد بگیرن، خوبم باید یاد بگیرن دشمنانشون دارن چی کار میکنن، دقیقا یاد بگیرن با ادب هر چه تمام باید برمن. افراد ساده لوحی رو که در دام این دین دزدان و دین ربایان
قرار گرفتن اینها رو چیکار بکنن؟ اینها رو نجات بکنن. یکی از کارهایی که امام زمان رو بسیار خوشحال بود، قلب مقدس و نورانی او رو کاملا روشن میکنه و روشنتر میکنه، البته بگم همین کاراست، طرف عین یاران امام حسین وایستاده، سپر بلای امام حسین شده، الان این گونه افراد ساخته شده دقیق ایستادن در برابر امام زمان که حملات به امام زمان لطفه نزنه، به وجود خودشون دارن از امام علیه السلام دفاع میکنن. این کارا هستش. نمیدونم چیزی باقی مونده بگم، با اینکه من بحثم امشب این نبود، بحث امشب رو هم کم کم شروعش میکنم انشالله اگر شما اجازه بدین. بحث ما تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جناب دکتر، عذر میخوام. نه نمیخوام بیشتر از 10 دقیقه بگیم، خیلی راحت راحت عزیزی در خدمت هستم. که در این بیشتر میگه زیاد نشه به چون بگو بیشتر از 10 دقیقه نخواهی بود. خدا حفظتون کنه. صحبت من اینه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا. مؤمنان که لبیک فی دعوت پیغمبر، شما را به 3 تا اطاعت خدا فرمود امر بکنه. اولیش اطاعت خودم الله، دوم اطاعت پیغمبر اکرمه، سوم اطاعت افرادیست یک نفرم نیستن، اولی جمعه. خب اینا کیا هستن؟ صاحبان فرمان اینا کیا هستن؟ بعد خودشم فرمود اگر در جای با هم دیگه اختلاف کردید اینجا چیکار کنید؟ به خدا و پیغمبر رجوع کنید. اولین جای اختلافمون همینجاست که اولی الامر کجاست؟ به قرآن که مراجعه میکنیم در میآوریم بیرون که ما مأمور به اطاعت از معصوم و دارای علم الهی هستیم. حالا بحثش رو نمیخوام بکنم. به ما فرموده، خود پیغمبر هم فرموده، 12 امام رو پیغمبر معرفی کرده، اولی الامر اینا هستن. توجه کردید یا نه؟ خیلی خوب. و ما در برابر خدا چه وضعی داریم؟ تسلیم محض هستیم. در برابر پیامبر چگونه هستیم؟ تسلیم محض هستیم. در برابر اولوالامر هم همانند خدا و پیغمبر باید تسلیم محض باشیم. و هر چی گفتم بگیم چش، عقلم رسید، عقلم نرسید، مطابق میلم بود، مطابق میلم نبود. اطاعت اطاعت مطلقه است. هرگز نمیتوانم در برابر امر خدا و پیغمبر و اولی الامر من لما و بما بگم، اصلا نیست اینجا. در برابر یه بحث دیگر هم مطرح میشه، اون که میخوام خدمتتون عرض کنیم اینه که البته شاید 2 شبی مطلب طول بکشه. اون مطلب این هست که آیا فقط منم به عنوان معموم که باید مطیع امام باشم، مطیع اولی الامر باشم؟ آیا اولی الامر در قبال من که مأموم و مأمومان باشیم وظیفه ای نداره یا داره؟ حالا سخن من همینه. ما میخواییم بگیم بله، همان گونه که ما در برابر اولی الامر مطیع هستیم، فرامینش رو به گوش جان میگیریم و اطاعت میکنیم، همان گونه هم اولی الامر در قبال من دارای یک سری وظیفه. این وظایف چی هستش؟ موضوع بحثی که شب ما این مطلب خواهد، بحثی بسیار بسیار جذاب. از حالا بهتون بگم، آنچه که اولی الامر نسبت به من مطلب داره و باید انجام بدهد، که بهش تکلیف کردم باید انجام بده، این میخواییم بحثش کنیم. خب در این بحث یک نکته به شکل برجسته 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 به چشم میخوره. در قبال آنچه میگوییم که در برابر من چه دارن وظیفه، این مطلب رو عرض میکنیم. اولین مطلبی که اولی الامر باید مراعات کنه، مهر و محبت داشتن نسبت به مأمومین است، عمدتا نسبت به شیعیان.
سخن ما بر این اساسی که الان تیکل اومدی عبارت است از مهر امام نسبت به شیعیان. این مطلب رو بشنوید شما اگر علاقتون نسبت به حضرت مهدی دهه، مطمئن باشید به صد تبدیل خواهد شد، به صد میشه. تا بدانید امام چه منزلتی داره، در عین منزلت والایی که داره، که امام رضا علیه السلام این منزلت والا را برای ما تبیین و تشریح فرمودند در کتاب شریف کافی و دیگر کتاب ها که براتون مختصر عرض خواهیم کرد. در عین این قضیه اون وقت مقام امام رو که شناختیم از طریق این حدیث، اون وقت مهر امام رو هم خواهیم دانه. در این زمینه که مهر امام رو خواهیم دانست، اون وقت موارد فراوان و فراوان و فراوان از عنایاتی که ائمه خدا که سلام خدا بر جملگی آنان بود نسبت به شیعیان داشتن خدمتتون عرض میکنیم تا برسیم به حضرت بقیت الله. هرچه وقت داشته باشیم از ائمه دیگر میگیم تا برسیم به امام زمان. اون وقت ببینیم مهر امام زمانتون نسبت به شما چقدر، چقدر شما رو دوست میدارد، چی کار باید بکنیم حالا در برابر این مهر عجیب و عظیمی که حضرت بقیت الله نسبت به شیعیانش داره، خصوصا شیعیان دلداده و شیعیان عامل به وظایف اسلامی، که باید این کار رو خیلی خیلی قدر بدانیم، قدر شناس باشیم. نمیدونم چقدر وقت داریم؟ ما 4 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم. یه چند تا بیت شب جمعه بخونیم و دیگه انشاءالله بسیار هم برداد. ز بس دیده بر درگهت دوختم، به جان تو از هجر تو الحسن، متاع جوانی و ایام عمر برای خرید تو وقتی این بیت مال خودم بود، آقا بزرگوارنیا شما جوان متاع جوانی ایام عمر برای خرید تو بفروختم، به استاد عارف بسی مرحبا که این شعله در سینه روختم، مقامات احرار را قائمی از این پیر روشندل آموختم. احسنت، احسنت. طيب الله انفاسكم. خیلی ممنون و متشکر، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، خدا حفظتون بکنه و انشاءالله در شبهای آتی هم بتونیم در خدمتون باشیم و بهره ببریم از مطالب ارزندتون. هرچند من از اینجا هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز عرض بگم که فردا شب به خاطر نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان برنامه سرزمین عشق رو نخواهیم داشت، چون پخش زنده بیانات آیت الله عظما سه صادق حسینی شیرازی انشاءالله از شبکه‌های شیعی پخش خواهد شد و از روز شنبه مجدداً در خدمت جناب دکتر فریدونی خواهیم بود. آقای دکتر، من از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. آفا باشید انشاءالله. سلامت باشید.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، امشب هم گذشت و یک برنامه سرزمین عشق دیگر رو در دفتر اعمال خودمون ثبت و ضبط کردیم. بنده به عنوان خادم شما، جناب آقای دکتر فریدونی به عنوان استاد و به عنوان کسی که از معارف اهل بیت اسم و طهارت آنچه فرا گرفته با ما در میون گذاشت، و شما بینندگان عزیز به عنوان بیننده و ناظر و استفاده کننده و بهره برنده، و انشاءالله همه اینها مورد رضای خدای عزوجل و آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا قرار گرفته باشه. تا دیدار بعد همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا و یا صاحب الزمان. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.